خانم آقایون سلام عرض کردم. عرض کنم بزرگتون که نمیخوام زیاد وقت صرف کنم برای که میدونم تلفن میشه امروز. میخواستم به شما عرض کنم اگه خاطر مبارکتون باشه 14 ماه پیش وقتی یه خانمی لطف کرد و بعد از که من سرطان یه خانم رو خوب کردم و ایشون پول داد که من بیام این تلویزیون و این صاحب این تلویزیون و مهندس این تلویزیون که واقعا آقا و گل هستن، اینا خیلی از من تشکر کردن، تعریف کردن، صحبت کردن. اینا به من گفتن که به قول معروف ویلکام، یعنی خوش آمدی. یادتون باشه روز اولی که اومدم اینجا بهتون گفتم که اگر شما ورزش کنید، غذای درست و سالم بخورید و دارو اگر لازم بود بخورید، شما بیشتر مریضی ها و همه مریضی ها و حتی سرطان و ایدز رو میتونید شکست بدید. حتما شما یادتونه هر دفعه من اینجا اومدم، هر هفته که اومدم اینجا راجع به این مسئله باهاتون صحبت کردم. امروز من خیلی خوشحالم که به شما، کسایی که فارسی صحبت میکنید و حتی کسایی که انگلیسی هن و فارسی بلدن و اینو گوش میدن، حتی هزارها نفر اینو شنیدن و خوندن، اینو قشنگ گوش بدید. کسایی که این مدت هی صحبت اضافه میکردن و بدون تحصیلات صحبت میکردن و اینا بی سواد بودند و نمیدونستن چی بگن، الان برای اونا جواب دارم. دوستان، این لس آنجلس تایمزه. لس آنجلس تایمز، توجه میکنی، مال روزنامه ای هست که هفته پیش در اومده و اینجا نوشته. خیلی ساده اینو میتونید شما برید از اینترنت بگیرید. نوشته که exercise یعنی ورزش may help fight breast cancer. این خانمایی که سرطان سینه میگیرن، ورزش به اینا کمک میکنه که این سرطانشون رو از بین ببره. این یک. دوم، تایم مگزین، تایم توجه میکنی، مال این هفته، این تایم چیکار کرده؟ دو تا خانمی که سرطان مغز دارن روش نوشته که این سرطان داره چیکار میکنه؟ داره میاد پایین، یعنی کمتر میشه. به خاطر چی؟ به خاطر ورزش و غذا و دارو. داروهای من رو راجبش داره صحبت میکنه. الان در تمام دنیا دکترها دارن صحبت از خون میکنن، تمیز کردن خون میکنن. الان در دنیا مسئله ای که من 14 ماه به شما گفتم، این مردم دارن روش صحبت میکنن. یکی از کوبا صحبت میکنه، یکی از کره صحبت میکنه، یکی از آلمان، یکی از این رو شما برید بپرسید، این رو شما برید تحقیق کنید. من بهتون عرض کردم، قرشم درست کردم، آوردم توی تلویزیون بهتون گفتم. اون کسایی که این قرصا رو خوردن، اون کسایی که بدنشون که خراش میداد یا میگرفت از بین رفت، اون کسایی که مسائل مختلف و اشکالات مختلف داشتن، اینا همه حل شد. اینا باید صحبت کنن، بذارن مردمای دیگه بفهمن، متوجه بشن. چرا؟ برای خاطره که اینا باید همه سالم بشن. درست کردن سرطان خیلی ساده است، مردم نباید بمیرن. اینه که ببینید شما در ایران، کشورهای دیگه، آفریقا، آمریکا، جای دیگه مردم میمیرن، این فارماسیوتیکال کمپانی ها نمیخوان دارو رو بیارن و پرزنت کنن به مردم. و واقعا هم اینطوریه، چون الان علم به صورتی هست که اگه اینا بخوان میتونن چیکار کنن؟ میتونن این رو از بین ببرن، ولی نمیکنن. چرا؟ برای که 800 بیلیون دلار در سال اینا استفاده میبرن
میلیونرن بیلیونرن و پول داشته باشی در دنیا قدرت داری. بنابراین چیکار میکنن؟ اینا زیاد کر برای مردم نمیکنن. ولی بنده در این 14 ماهی که اومدم تو این تلویزیون اینجا نشستم با شما صحبت کردم، تمام این مسائل رو برای شما گفتم و بازم میگم این قرص ها رو من درست کردم، این قرص ها رو من پرزنت کردم. الان در ایران هزارها نفر در ایران این قرص ها رو میخورن. این آقایون به من یا خانوما به من تلفن میکنن و میگن که اینا چه استفاده های از این قرص ها کردن و اینا چه اتفاقایی براشون افتاد. حالا چرا من اومدم اینجا امروز اینقدر گرم دارم با شما صحبت میکنم؟ ببین عزیز من، همیشه وقتی یک دکتری، یک پروفسوری، یک دانشمندی، یک کسی که 10 دکترای مختلف داره و داشته باشه و بیاد توی تلویزیون و شروع کنه صحبت، یه مقدار کسایی هستن که میان و شروع میکنن یه اسائل شرور میگن. جایی که اینا بیان یه تحقیقاتی بکنن، یه کمکی بکنن و سعی کنن این مسئله مهم سرطان از بین بره، اینا همش سعی میکنن چیکار کنن؟ سعی میکنن بیان مخالفت بکنن و چیزهایی بگن که اینها اصلا و ابدا مردم برای اینا ارزش قائل نیست و نخواهد بود. دوستان عزیز، تمام این خطایی که اینا میخوان برن، اینا رو همه ماها میدونیم. تمام این صحبتایی که اینا میکنن، همه اینا رو ما میدونیم. نتیجه چیه؟ آیا این مسئله تلویزیون که این مطالب رو برای شما میاره، آیا شما ازش استفاده میکنید؟ آیا کسایی وجود داره که شما بتونید این مسائل رو حل بکنید؟ در ضمن یه مقدار زیادی کسایی که به من تلفن میکنن تو مای سل نامبر من، خواهش میکنم به تلویزیون تلفن بکنید. این تلویزیون برای این گذاشته شده الان که مردم تلفن کنن این شماره ها. الان ببینید به من تلفن میکنن از ایران و این فایده نداره. اینا به تلویزیون تلفن کنید، اون تلفنشون بالا هستش و اون هست 818-70-80-222. به این شماره تلفن بزنید که مردم بشنون. اما ببینید دو تا مسئله مهم هست که من میخوام بهتون بگم کسایی که در آمریکا زندگی میکنن. الان این دولت آمریکا این قسمت کسایی که پیرمرد هستن و مدیکر دارن، دارن مدیکر اینا رو عوض میکنن. شما بخواید برید پیش دکتر خودتون، مطمئن باشید که اگر شما را از دکتر خودتون بگیرن و دکترای دیگه بدن، اون دکترای دیگه کار دکتر خودتون رو نمیکنه. بنابراین شما سعی کنید بلا فاصله به دکترتون خبر بدید، بگید که دارن مدیکر ما رو عوض میکنن، نذارید عوض کنن، مخالفت کنید. بگید چه شماره هستش؟ بفهمید. سلام آقای دکتر، خسته نباشین. من میخواستم تشکر کنم از زحمات شما در رشته پزشکی و داروهایی که کشف کردیم. من قبلا خارش شدید داشتم که شما لطف کردین قرصا رو برای من فرستادین. بعد از استفاده از این قرصا خارش من برطرف شد و حالم خیلی خوبه. میخواستم به این طریق از شما تشکر کنم. انشالله که همیشه سالم و موفق باشین. خانم شما از ایران تلفن میکنید دیگه نه؟ بله بله، از ایران زدید. من از شما خیلی متشکرم. من میدونم شما کی هستید. شما اون خانم خیلی گلی هستید که مرتب به من تلفن میزنید، خبر میدید. من ازتون خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. خواهش میکنم انشالله آقای دکتر همه بتونن از این قرصا استفاده کنن و نتیجهشو ببینن. قربان شما برم، خیلی ممنونم خانم. خواهش. خیلی متشکرم. قربونتون برم. خدا. هلو. الو سلام آقای دکتر. سلام جان من، بفرمایید. خسته
خسته نباشید. قربان شما. آقای دکتر خسته نباشید. می‌خواستم ببینم که دارویی برای پیشگیری از سرطان هم هستش؟ بله بله، این دارو رو من درست کردم، اسمش از امیون سل پاور. این دارو مدت زیادیه تو همین تلویزیون من معرفی کردم، مقدار زیادی مردم این رو خوردن و نتیجه گرفتن. یه خانومی که همین الان تلفن زد، ایشون بدنشون خراش خیلی بد داشت، این خراش از بین رفته، اینو خواستم بهتون بگم. اما راجع به سرطان، الان در یکی از شهرستان‌های ایران قسمتی که این بچه‌ها سرطان دارن و تو بیمارستان خوابیدن، اینا از من خواستن که این قرص‌های سرطان رو من براشون بفرستم که اینا چیکار کنن، که این قرص‌ها رو مصرف کنن، برگردن بیان تو تلویزیون به دنیا بگن چه اتفاقی افتاد. بعد آقای دکتر قرصا رو از چه طریقی میتونیم تهیه کنیم؟ شما میتونید به من تلفن بزنید بعد که این برنامه تموم شد، من این قرصا رو براتون میفرستم. شما باید قول بدید وقتی این قرصا رو خوردید تلفن بزنید و به مردم بگید چه اتفاقی افتاد. ما باید سرطان رو از این دنیا ببریم. ممنون آقای دکتر، دستتون درد نکنه. قربان شما، خداحافظ. خدا نگهدار. بفرمایید آقای دکتر، کاش که اون روز بودی که من شوهرم از دست ندم. شوهر من در اثر کنسل از بین رفت. شوهرتون کی از کنسل از بین رفت؟ دوتا کنسل داشت، یکی بیده، دوتا چشمش، یکی لیورش. خب میدونم، کی بوده این؟ این چند سال پیش بود، پنج سال پیش. پنج سال پیش. پنج سال پیش من تو تلویزیون نبودم، من 14 ماه پیش اومدم. اون کسایی که سرطانشونو از دست دادن و خوب شدن، ازشون میخوام مثل این خانومی که خارش بدن داشت و خارش بدنش خوب شد، تلفن بزنه به مردم بگه، بذار مردم بفهمن این قرصا و این تریتمنت های من چیکار براشون کرد. خواهش میکنم تلفن رو بزنید. خدا ان شاء الله بقای عمر بهتون بده و کاری که میکنی مایه افتخاره. خب شما که میبینی خانم، شما که میبینی اگه تلویزیون داری تماشا میکنی، تماشا کن لاس آنجلس تایمز و تایم مگزین راجع به کارهایی که من کردم داره صحبت میکنه. اینها برید ببینید، برید بخونید و اگر نمیتونید پیدا کنید به من تلفن بزنید، آدرس بدید، من اینا رو براتون میفرستم که بخونید. قربان شما. بفرمایید. 610-909-3930 رو گرفتم، مسیج گوشم با آقای دکتر. عزیز من، شما با من صحبت کن، داری صحبت میکنی، بفرمایید. مردمم سراسر دنیا دارن به شما گوش میدن، بفرمایید. الهی فدات شم، من سرطان ندارم آقای دکتر، الان تو تلویزیون دارین صحبت میکنید. بله بله، من فکر کردم که باید الان شما گوشی رو بردارید. آقای دکتر من اولا آرتروز دارم. بله بله، که این آرتروز خیلی اذیتم میکنه. بله بله، معمل انگشتامو عمل کردم، اینا آخرش نمیتونستم را برم، کمرمو عمل کردن، بعد دستام خیلی میسوخت و اینا، میشه صلیب میخوابیدم گردنمو عمل کردن. این اشتباهه، این کار اشتباهه. الانم از دو تا لومبرام درد میگیره، نمیتونم بشینم، نمیتونم بخوابم. آه. همینجوری این درد، این خیلی عوض میخوام، این زایمان میگیره که نمیتونم قدم درسته. بردارم. این آرترایدس خانم گوش بده، بخورم یکی دو سه ساعت خوبم، اگر گوش بده، گوش بده، روز که میخوام یه کاری دلاشم بردارم، اصلا اولی که میشه این درد منو عذاب میده. خانم گوش بده، گوش بده، گوش بده خانم، گوش بده. شما و هیچ کسی در دنیا آرترایدس احتیاج به عمل جراحی نداره، اینا همش دروغه. قرص من دارم و اومدم اینجا گفتم که این آرترایدس رو از بین میبره. ورزش و این قرص که من درست کردم، این قرص امیون سل پاور. یه مسئله دیگه خوام بهتون بگم، من خودم شخصا 4 روز رفته بودم نیویورک، فلوریدا، سان فرانسیسکو و لیک تاهو. بله. مریض داشتم، اینا مریض های سرطانی بودن. بله. این سرطانی ها اینا
من رو خواستن از دکالت بهش میگن second opinion، یعنی یه دکتر دیگه بیاد بگه که چی فکر میکنه برای اینا. وقتی من گفتم به اولین مریض که تو سرطان نداری به من فوش داد، گفتم آقا اوکی مهم نیست فوش بده، گفت تو بلد نیستی چی میگی. خانمش گفت نه این راست میگه تو سرطان نداری، برای که اون نامه هایی که من نشون داده بود ننوشته بودن که این سرطان داره، گفتن ممکنه این سرطان داشته باشه. گفتم یه دکتر سرطانی اگه دکتر باشه هیچ وقت نمی نویسه تو ممکنه سرطان داشته باشی، یا سرطان داری یا نداری. این همیشه یادت باشه، شما یا مریضی یا سالمی، این وسط نیستی، به خصوص تو بیزنس سرطان. پس بنابراین شما اینو بدون که اگه به من تلفن کنی یه ساعت دیگه، من اون قرصی که باید برات میفرستم این قرصو بخور، توجه میکنی؟ و نتیجهشم برگرد بیا این تلویزیون بگو، بگو که آقای دکتر، آقای دکتر من باید چجوری براتون پول بدم؟ حالا اون دیگه به من تلفن کن بهت بگم. یه خانومی من دارم که ایشون بین آمریکا و ایران و اروپا ایشون کار میکنه برای من و تمام این کارا رو اون میکنه. بله اون مثل من نیست که دعاتی باشه به ایرونی ها. من دعاتی هم، من اینجا بزرگ شدم، من دعاتی هم. من اولین دفعه است که برنامه شما رو دارم میبینم. امیدوارم که خوشت اومده باشه. قراره ببینین وقتی که میتونه هر چیزی آدم رو معالجه کنه مراجعه میکنه آدم. من فقط میخواستم مطمئن بشم ببینم که شما برای آرتروزم درمونی داری یا نه. بله اون قرص امیم سلطاور هم یه خوردی کچ شد چون مادر من آرتروز شدید داشته. گوش بده عزیز، الان خودم هم همین کرستار همین برنامه هم حالا زانوام رو بل کردم، این کمری که عمل شده است را رفتنم خوب شده، دوباره پایینش میشه دنباله چی میگن چی میگن، اصلا نمیتونم بشینم نمیتونم بخوابم، خیلی اذیت میشم آقای دکتر. گوش بده خانم، خیلی مثل درد زایمان میمونم. خانم گوش بده، گوش بده، عمل کن عمل کنم چاره ندارم. خانم گوش بده، گوش میدی؟ بله بفرمی. تو که همجوری حرف میزنه میتونی گوش بده. نگیرم آقای دکتر. گوش بده عزیز من، گوش بده. قربونت برم الهی بفرمی. گوش بده، قربونم هم نرو ولی گوش بده. تو به من قول میدی وقتی حالت بهتر شد این قرصا رو خوردی اینجا تلفن بزنی؟ حتماً. اوکی. حتماً. مال کجایی؟ مال کجایی؟ کجای دنیا تلفن میکنی؟ من الان از ویرجینیا براتون تلفن میکنم. خب ویرجینیا، ولی ما رو آمریکا هستی درسته؟ بله. اوکی. شما با من تلفن کن یک ساعت دیگه. بله من اینجا نیستم با هم صحبت میکنیم. قربونت برم، خداحافظ. آقای دکتر دواهایی که میخورم من باید بگم؟ همه این چیزها رو باید به من بگی، باید صحبت میکنم، اینجا نمیشه، وقت زیاد ندارم. چشم. ساعت دیگه تلفن کن. هلو بفرمید. سلام آقای دکتر. سلام عزیز من، حال شما چطوره؟ ببخشید مزاحمتون شدم. خوب کاری کردی، مزاحم از این مزاحمت زیاد بشو. سلامت باشیم. میخواستم ببینم که برای کمبود گلبول سفید دارویی هستش یا اینکه نه گلبول سفید حدود 3000-3200 این طبیعیه یا نه پایین تلقی میشه؟ ببین سلای سفید سربازای بدن ماهان. بله. اینو میدونی یا نمیدونی؟ بله آقای دکتر. اوکی. اینا اگر باش پرابلم داری، اگر امکان داره برات به من تلفن بزن، ما باید یه ساعت راجع به این مسئله صحبت کنیم. بله توجه میکنی؟ لطف کن یه دو ساعت دیگه به من تلفن بزن، بیرون با هم زیاد صحبت میکنیم، ولی دارو براش هست. بله بله لطف کن تلفن کن. چشم. من همین دارو اینا تلفن بزنم بهتون. آره عزیزم من صحبت میکنم بهت میگم، یه خود راجعش بهت میگم چی چیه چی چی نیست چه جوریه چه جوری نیست اینطوری. جانم کی تماس بگیرم؟ دو ساعت دیگه به تلفن شخصی من تلفن کن این ممکنه. بله حتما. خیلی ممنون. قربان تو برم، خیلی ممنون. خدا نگهدار. آقایون خانما لطفا شما تلفن به تلفن سلفون من نزنید الان. من الان تو تلویزیون هستم، میخوام مردم بفهمن شما چی میگید، اگه خوب میگید، اگه بد میگید، اگه بالا میگید، اگه پایین میگید، من میخوام همه بشنون. پس بنابراین شما لطف کنید به تلویزیون تلفن بزنید. بفرمایید. هلو. هلو. بفرمایید خانم.
سلام، خسته نباشید. قربون شما، بفرمایید. میخواستم بگم که این پای چپ من لرزش داره، خیلی میلرزه اینا. نمیدونم چیکار کنم، برم عکس برداری کنم، کاری بکنم اینا. شما دکتر رفتید اونجا؟ مال کجا هستید شما؟ من مال انهای هستم، سنعنا. اوکی، شما خصوصی به من تلفن بزن، چون شما مال آمریکا هستی. اجازه بده کسایی که خارج از اینجا هستن دارن تلفن میزنن، مال آمریکا هستن، مال کانادا هستن، جای دیگه، تلفن بزنن باشون صحبت میکنن. بازم مردم دارن به این تلفن نکن عزیز من، شما به این تلفن نکنید، سعی کنید اون تلفنی که روی تلویزیون هست تلفن کنید. بله 310 نه، بله اون 310 تلفن بزنید الان. نه ها، 2 ساعت 3 ساعت دیگه. خداحافظ. باشه، اشکال نداره. خداحافظ. بفرمایید. الو، سلام علیکم. سلام، عرض کردم. ببخشید، من یه عمل گردن داشتم، لامینکتومی. این یه عوارض آسیب عصبی داده. آیا برای اون داروی چیزی داریم؟ باید کاغذاتون و چیز اتفاقایی که براتون افتاده شما بفرستید به اون totalmedicalclinic@gmail.com. بله. اینو بفرستید، اینا رو من مطالعه میکنم، بعد شماره تلفنتون هم بذارید، بهتون جواب میدم. بله بله، به اون آدرس، به اون چیزی که زدین پایین بفرستید. بله، totalmedicalclinic@gmail.com. منظورتو شهر عمل دیگه، شهر عمل رو بدم. نه، تمام کاغذهایی که شما دارید ایمیل کنید، ما اینا رو میخونیم. من الان خیلی چیز دارم، سی تی اسکن و اینا دارم. همه اونا رو بفرستید از من. اونا رو ببینید. مارا یا اینا دارم. با اون که نمیتونم، بعد با پست بفرستم. با پست بفرست. ما اینا رو ببینیم بعداً. باشه باشه. حالا میدونی من چند دفعه به مردم گفتم تلفن نکنید به این سلفون من، بازم تلفن میکنن. بله بله. خانم خداحافظ. بفرمایید. جناب دکتر سلام عرض میکنم. سلام خانم گل، حال شما چطوره؟ قربون شما، شما چطوره؟ برنامه خوبتون. قربون شما برم خانم. واقعا شما، من نمیدونم چه اسمی براتون بذاریم، نجات دهنده تمام ملت ها عزیز من. واقعا دکتر بقال، دروغ نمیگم. قربون شما برم خانم. بس که فکر میکنم میدونم شما کی هستید. فکر نمیکنم بدونیم. چرا خانم؟ این خانم گلی هستید که میاد کلینیک دوست و پروفسور بنده و شما رو میبینم من مرتب. شما گلید، گل. خانم من عاشق شما هستم. متشکرم از شما جناب دکتر. ببین این تلویزیون تمام دنیا دارن گوش میدن. خوبی که میکنی. قربون شما. برای مردم به خدا، خیلی خیلی شما نمیدونم چه نیرویی دارین واقعا. خارج از طبابت، خارج از تحصیلاتتون، نمیدونم چه نیرویی دارین که مردم رو به خودتون جذب میکنین. واقعا واقعا خیلی کاراتون خوبه، مریضاتون رو میبینم، خیلی خیلی راضی هستن، همشون نتیجه گرفتن، خوب شدن. امیدوارم به قول خودتون روزی برسه که این ریشه کانسر از روی زمین برداشته بشه با دست شما. خانم گل، این نامه ها رو نمیدونم شما دیدید ندیدید، آقای پروفسور شما گفتن نگفتن. اگر شما لطف کنین من آدرس میدم برام بفرست. چش. متشکرم ازتون، خیلی خیلی خوشحالم. قربون شما برم. یکی جواب تلفن دادین، یک دنیا تشکر. با امید روز به روز بهتر شدن ملت و مردم و همه. قربون شما برم، خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. بفرمایید. الو جونم. الو جونم. سلام. سلام قربان. سلام عرض کردم. بفرمایید. سلام بنده. حالا خوبه دکتر جان؟ قربانت برم. بفرمایید. هلو. الو بفرمایید. الو بفرمایید. من دارم به حرفتون گوش میدم، بفرمایید. آقای دکتر سلام، خوبید؟ سلام عرض کردم، بفرمایید. آقای دکتر من چند وقته کتفم درد میکنه و دکتر رفتم، خیلی دواهای چیز داده و ماساژ و یرفا، ولی خوب نشده. بله بله. دست چپم زیاد درد میکنه. بله بله. و میگن که عضلهای پشتت گرفته. شما از کجا تلفن میکنید؟ نمیدونم.
شما من از ایران زنگ میزنم. از ایران. اوکی بره. ایران. آره ببین عزیز من، کرج. کرج. عرض کنم بزرگت که اگه لطف کنی الان داره وقتم تمام میشه، اگه تلفن کنی تقریبا در حدود عرض کنم بزرگت یه دو سه ساعت دیگه به من تلفن کنی با هم زیاد صحبت میکنیم. البته نه اینجا، تلفن خصوصی من اون 909-3930 با هم صحبت میکنیم، بهت میگم چه کارهایی بکن و اگرم قرصی چیزی خاصی برات میفرستم. چشم. ممنونم آقا. قربونت برم. خیلی ممنون. خدافظ. هلو. آقای دکتر بچو. چونه دلم. قربونت برم. بفرمایید. خوبه این خسته نباشید. قربونت برم. بفرمایید. نه بذار بهتون شاد باشم. میخواستم ببینم چه آیا قرصی دارین برای کسانی که خواب آشفته میبینن؟ عرض کنم بزرگ که من قرصایی که دارم عزیز من یکی خون رو تمیز میکنه که باعث این میشه که تمام مریضی ها بین بره، دوباره به درز میکنم، میخوام اون مردمی که دارن گوش میدن خوب گوش بدن. قرصای من به شهد چاقو من حرف میزنم، همونطور که میدونید قرصای من کاری که میکنه اینست که خون رو تمیز میکنه، خون تمیز یعنی بدن تمیز، بدن تمیز نو دزیز، نو دزیز یعنی نه مریضی. این یکی. یه چیز دیگه میخواستم به شما بگم، اونایی که پروستیت پرابلم دارن، پروستات اشکال دارن، این قرصا باعث این میشه که اینقدر باتروم نرید و بیاد، توالت نرید و بیاد. این خیلی کمک میکنه. من اینا رو امتحان کردم تازگی. و اگر شما صحبت دیگه ای دارید خواهش میکنم به تلفن خصوصی من تلفن بزنید، چون زمان من داره تمام میشه. در ضمن این خانم یا فکر کنید تأثیری داره یا بی تأثیره جانم؟ قرصای شما نسبت به درد بنده آیا تأثیر داره یا نه؟ 100% تأثیر داره. 100%. در ضمن بعد از من خانم سایکولوژی هست که ایشون دکتر پروین نظامی گل، سه تا دختر دکتر داره که من واقعا به ایشون تبریک میگم و از ایشون میخوام که ایشون بدونن که ما اپریشیت میکنم. میگن آقا وقت تموم شد دیگه. آقا تلفن بزن من میخوام با صحبت کنم. قربونت برم. خداحافظ. خداحافظ. دیگه نمیتونیم صحبت کنیم. من باید برم.